چی کی تو زبته ارفان ارفان پایدار اولی چت اولی چت من هنده گفتم بابا بابا ارفان پایدار بزن بریزیم چطوری بمیوه چکرتم دمت گرم خیلی وقت شده که نگرفتیم وقتش بود دوباره بگیریم من اصلا هولی چت باور نمیشه که هاو. اینقدر خوشبخت که همچین کسی رو بتونم تو ویدیو هم دعوت کنم و قبول کنه خوشبختی از ماست چاکرت هم داشتی It's always a pleasure حال میده صحبت میکنیم آدم خوش صحبتی هست ویدیو آخری که با هم درست کردیم چه ویدیوی بود داستانش بسید بگم پراکوکت بیزه من فقط یه خاطر تو تعریف کردم که آقا آدم های همجنسگر ها با ما فرقی ندارن فکر میکنیم دو تا سکس وجود داره الان فهمیدیم بیشتر از دو تا وجود داره همین end of the story یعنی yani ند not... لازم کسی تو چیزی بدونه کسایی هم که نیستن هم جنس کرا لازم نیست بیشتر بدونن چون جنس که مثلا قرار بهشون حمله بشه یه چیزی خلاص آقا این استوری ما گذاشتیم آنلاین و اولی نفر دختر امم به هم مسیج زد های شاکی یعنی میگی گرفتی می... نفر اول خواهر اون آدم مسیج زده که اینو نکن چون که توش گفتی اینا با هم دعواشون شده مم. اگه مامانمون ببینه ناراحت میشه یعنی عمه من گفتن که دو 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 خب اولا مم. نذاریم ببینه <تصفح> این یارو که مثلا 16 سالش نیست یه پیرزن 90 ساله است خب دیوی... بگیریم بزنین سهیل و بلاک دیگه نمیبینه خب سرچ هم کنه نمیبینه آره. چی شد بگین سهیل مرد تماشا کنین بعد دوما سب خواهر خواهرشی تو باید بگی بذار جهنم مامان نوستالی ما بازی خواهر ناراحت چه ولی برادرها و برادرها نوع برادرهای من آزاد بشن چه خوب که ما یه سوهل داریم تو خانواده اون که داره این چیزها رو مردم یاد میده داره راجبش حرف میزنه وقتی کسی حرف میزنه اینو که نمیبینه هیچی اونوریش هم میبینه اون کسی که میدونه سرکوب کنه منم چون آدم پر یه ویدیو درست کردیم با عرفان هستش پررو باشین اگه نهیدین لطفا به کانال عرفان حتما خیلی جالبه خیلی باشه یعنی خجالتی نباشین بعد بهتر بگم پر رو حرف اشتباهی پر رو نباشین خجالتی هم نباشین <applause> وسط خوبه منم هم چون همچین شخصیتی هم گفتم که گفتم اولا به تو هیچ ربطی نداره من چی میگم دوم من که تو با شورت برسه که بدون بفهمی من به نفع تو کار میکنم نه به ضرره سوم من که به من نگو من با چیزایی که تو زندگی خیلی کوتاهی که تو این دنیا تو جهان که ما وجود داره معنا هستم کوچکترین مقداری تو میتونی با مق... مقایسه با تمام دنیا بکنی که من چی هم تو این دنیا که هیچیه هیچیه هیچی هیچی می هیچی میشه از کپ یعنی من با کپک روی پرتغال تو یخچال هیچ فرق ندارم امه. حالا من کپک پنج تا اکسپرینس داشتم تو زندگی تو داری به من میگی یکیش استفاده نکن بودم تو واقعا سگ کی که همش حرفی به من بزنی به امه. من دیگه نگو از این حرفا رو هر کاری به من بخواد میکنم حالا همون ویدیو شانس ما زد وایرال شد روی اینستاگرام یه میلیون رد کرد روی تو توی تیک تاک دیوی سی سه رو رد کرد جدی؟ من اصلا خبر نشدم آره اصلا اون ترکیده بود پس کامنت ها ده تا رو رد کرده ده هزار یعنی اصلا من تو بازی نیستیم و هم دیگه اولش به من تو فش میدادن بعد من اصلا بازی رفتیم بیرون شد به همجنسگره ها فش میدادن بعد همجنسگره ها رفت بیرون گره فقط به هم فش میدن اون میگه تو نمیفهمی میگه من اوکی هم نفهمم تو که بیفهمی مثلا برو دور بخور دو دو همش اصلا یک کسافت کاری که گفتم خیلی جالبه که بیا راجب این همین راجبش یه دونه ویدیو درست بکنیم و راجبش صحبت بکنیم انقدر لول بستگی مغز از کجا میاد چرا میاد چه جوریه که معلوم نمیتونم آقا منم روز اولی که دیدم دو نفر از هم لب گرفتن توی اسکای ترینر ونکوور سال 2000 دو تا پسش از هم لب میگرفتن من نگاه کردم گفتم که من با شما مشکلی ندارم ولی دیگه کامان دیگه دیگه خونتون به این لب بگیرین بعد دو سال بعد فهمیدم که وقتی خودم از یه دختر لب میگرفتم تو اسکای ترین گفتم دایوس چرا خودت گوید میتونی بکنی همون اونا نمیتونستم بکنن و اونجا من یاد گرفتم که من بیشو بودم با شعور شدم بعد دو سال بعد خودت از پسر لبی گرفتی تو اسکای نمیگم ولی آره ببین این که گفتی دو تا چیز میاد جلو یکی اینکه ایرانی ها و کامنت ها که میگی واسه منم عجیبه خیلی راجبه آزادی فکر و فالا اینا صحبت میشه بعد همون آدما سر یه چیزای دیگه خیلی تعجب میکنن و تو کامنت های منفی که من دیدم حالا چه مثلا اگه بی بی سی هر پیجی یه چیزی بذاره راجبه گیا کامنت هایی که دخترای ایرانی میذارن زدش حد خیلی بیشتر از پسر اینش واسه من تعجب میکنم که میگم دخترا چرا دیگه مثلا خیلی چیزا اینا ولی جوری که من بهش فکر میکنم ممکنه که من ببین میگم ممکنه من توی اسکای حال نکنم ببینم که دو تا پسر اصلا لب میگیرن خب برگه خودم از دختر خوشم میاد خب این معنیش این نیستش بعد یه چی میگن اون حسی که میگیری تو لحظه بعد بتونی یه قدم بیا عقب بگی خب به من چه میدونی معنیش نیست که تو به حال کنی که نگاه کنی منم حال نمیکنم دو تا پس لب بگم حقیقت شده دارم میگم نگاه بکنم حال نمیکنم ولی کن صد درصد میجنگم که حقشو دارم بکنم مگه به من چه ربطی داره کسی دیگه تو اتاق خوابش چیکار میکنه یا تو قطار چیکار میکنه به زندگی من تأثیری نمیذاره خیلی وقت دیدم پسرای ایرانی میگم چون من رفیقام ایرانی هم بیشتر سر این داستان شاکی میشن یا سر ازدواج مردا زنا با هم و اینا مثلا فکر میکنن آقا یارو چون گیه میخواد میگم حالا تو رو نمیخواد بکنه با قیافه کیری پشمالیت مثلا فکر نکن که حالا یه هر کسی گیه دنبال با همه میخواد چیز کنه عین پسر و دختره که اونم از یکی خوششون میاد یکی دیگه خوششون نمیاد اونم هم همین داستانه و خلاص همین شروع کنم به داشتم, همین ج... داشتم با خشی حرف میزدم توی تورنتو بعد ام. یه دونه ویدیو داشتم از اون سال اولی که خشن اومده بود تورنتو با هم بیرون داریم غذا میزنیم از این حرفا بعد توش داره یه آهنگ میخونه واسه من که چرا توی توی بفرمایشام از همجنسگره ها حمایت کردی خب من خودم تو ماشین داریم با حال میکنیم بعد اینو گذاشتم واسه خنده که الان ببینیم بعد خودش بهش گذاشته که من اون موقع تازه اومده بودم هنوز هوموفوبیک بودم ولی الان آدم شدم میفهمی چی میگم یعنی اونم هم, هم او اکسپرینسی که من 2000 داشتم بعد دو, دو آدم شدم اونم یه تایم لاینی واسه خود خب من دیگه نپرسیدم تو کی عوض شدی ولی من یه تایم لاینی داشت همه هم طور بودیم تا حدی یه تایمی میدونی می مثلا میگم آدمایی که با این موضوع آشنایت ندارن چرا نمیان اینو خود آگاهانه نگاه کنن میگه که اوکی مثلا سوشی من خیلی دوستم سوشی مثال بزنم چون سوشی غذا بود که از دیسکاستینگ رفت بهترین غذا خیلی موو خفنی داشت ام... سوشیو تو وقتی نخوردی بدت میاد ولی وقتی نگاه میکنی میبینی ده نفر بغل دارن میخورن و تک تکشون هم بدشون میاد بعد دارن میخورن <applause> یه چیزی تو مغز رو فکر میکنی میگی شوخ خوبه من نمیفهمم اینم هم آقا خوبه که آدم بی خیال باشه خوبه که آدم مزاحم کسی نباشه خوبه که آدم بتونه با بقیه معنی آزادی واقعی بفهمه مثلا کل از ایرانی ها شاکی هم اینه که میرن تو خیابون انقلاب میکنن که ما آزادی میخوایم بعد نمیفهمن آزادی چیه یعنی ایرانی میره تو خیابون داد میزنه که ما آزادی میخوایم تو مغزش داره میگه من این دیکتاتور رو نمیخوام من اون دیکتاتوری که با باوره من یکی رو میخوام و بعد اونو آزادی میبینه و من نمیتونم بفهمم که چقدر نشه میتونه گوسفند باشه که اینو کامل میس کنه چون اگه تو قبل از محسا با گی یا مشکل داشتی بعد از محسا باید خیلی موف کنی میگه آقا ما داریم راجع به آزادی صحبت میکنیم محسا رو با آزادی آزادی بهش ندادیم پس دیگه باید به گی و لزبین و فلان و افغان و همه دیگه ما باید آزادی بدیم چون دیگه همه با هم داریم با هم حال میکنیم و چقدر بد بود الان همون کاری که داریم میگیم به این گیه نکنه همون مهزیه و مهزاه الان اون افغان رو اذیت کردیم همون مهزاه الان اون مردم اینو نمیبینن واقعا مردم فقط یه بهونه پیدا کردن بریزن باید. ما این دیکتاتور رو نمیخوام دیکتاتور میخوام و من این ویدیو داشتم درستم کردم گفتم بچا شما همه کاراتون غیر حالا ببین اینم به هیچ گویی نمیرسه ویدیو هست خداشکر ویدیو هست چون قبلا میگفتین من گفتم همه گفتن که هم ویدیو هست با تاریخ نشه من خیلی از این موضوع ناراحتم آقا اگه آدما نمیتونن قبول کنن یه چیزیو میفهمم ولی اینی که بتونی ایگنور کنی نمیتونی ایگنورش کنی بی خیالش بشی نمیفهمم مگه خوشم نمیاد از سکس خرگوش ها نمیدم هر روز شهر بازی خرگوش ها بشن و چرا این هم نگه رو میکنن <تصفح> نمیدم دیگه خرگوش ها رو نگاه نمیکنم. کنم خرگوش رو میکنم اون بره. بر میگم آقا من نمیخوام خرگوش ها ببین <تصفح> جالب این داستانی که گفتی دقیقا من راجب این دارم یه ای آهنگ جدید نوشتم خیلی هم دارم راجب این که کلا کانسپت آزادی میگه و راجبه این دو تا چیزی گفتی دقیقا صحبت میکنم تو چند خط اولش هم یکی اینکه میگم همه میگیم آزادی رو میخوایم ولی آیا معنیش رو میدونیم و واسه خیلی ها به خصوص توی ایران ما این فرصت رو داشتیم که تو کشور دیگه زندگی کنیم و بتونیم مقایسه بکنیم که آقا آزادی فکر و آزادی توی زندگی و آزادی اجتماعی یعنی چی توی ایران خیلی خب چیز دیگر رو ندیده باشی نمیدونی مثل ساحلی که تا حالا ساحل ندیدی دریا ندیدی فقط راجبه شنیدی صحبت شده و فقط اون در اون حد میتونی از چی میگن از ایمیجینیشن استفاده بکنی که بدونی یعنی چی و همونجور توی آزادی هم همینه اگه فقط توی ایران زندگی کردی فقط شاید خوندی شنیدی ویدیو دیدید کشور دیگه چیه ولی واقعا تجربهش نکردی و بدونی که آزادی یعنی و اگه هست توی ایران معنیش نیست که تو آزادی داشته باشی هر کاری دلت میخواد تو بکنی بقیه نکنن و به فکر حتی خیلی مهمتر آزادی فکر خیلی مهمه که اگه من من نظرم اینه که توی اولا که آزادی بیان کامل هر کسی راجع به هر چیزی حق داره صحبت بکنه تو اگه بهترش رو میتونی بزنی مخالفش بیه بزن به حق داریم با هم صحبت بکنیم و تبادل نظر کنیم و من و توی که الان نشستیم داریم اینجا صحبت میکنیم ممکنه چه راجع به بحث گیا باشه هر چیزی راجع به هر چیز اصلا موافق نباشیم ولی داریم نظره همو میشنویم و راحت با هم صحبت می‌کنیم و تبادل نظر می‌کنیم و تو فردای ایران آزاد به نظر من من از جمهوری اسلامی متنفرم ولی اگه کسانی هستن که مثلا توی ایران انقلاب شه یه دموکراسی واقعی بیاد روی کار و یک سری هنوز میخوان جمهوری اسلامی رو ساپورت بکنن حق دارن اون کارو بکنن توی همونجور که توی آمریکا و اروپا این هست میدونی هر این آزادی واقعیه که همه بیان بتونن حق صحبت داشته باشن من با هم به این باور دارم که شاید زمان شاه ما که خمینی داشت میومد اگه دو دیبیت تو تلویزیون میذاشتن بین خمینی و کسای مخالف میدونی چه میگه واقعا نشون میداد که تو مغز این آدم چیه شاید امروز اینجا نبودیم شاید هم بودیم نمیدونم شاید اکثر مردم موافق بودم با حرفش و یه کمی داستان دیکتاتور که گفتی چون من واقعا میخوای دیکتاتور رو بکشی پایین تو همه خودمون یه دیکتاتور داریم و اول یاد بگی اون رو بکشی پایین بعد بری سراغ بعد آفرین و بدونی که واقعا چیه که داری واسش میجنگی بعد من چیز خیلی مهم میخوام اضافه کنم این حرفی که ارفان میزنه خیلی قشنگه میگه بابا دیکتاتور خودت بجنگی خب حالا تو این جنگ یکی از آسون ترین جنگ ها قبول کردن آدم های یعنی این اینجوری تا دا داری راه میری او دختر جون او دختر جون میدونی سی سی پسر اصلا دختر خوششون نمیاد پسر خوششون میاد فقط اه چه خوب پس یارو دختر ما رو نمیزنه یعنی این انقدر راحت بشه ولی یه داستان ام. تو دنیا موومنت چهل ساله داره میره بعد از چهل سال ایران اینه امروز ویدیو که ما داریم توش ده هزار تا فوش خار مادر داره بالا یک میلیون ویو ولی هی تو توش میتونی ببینی یعنی تمام آدم ها که دیدن کامنت نشدن تو میدونی 80 دستشون شاکی بودن و فوش دادن گفتن نگیدی چک بعد حرفای بعد مثلا خاک بر سر ارفان و سوهر که انقدر دیگه ضعیف شدن برای ویو چه کارایی که نمیکنم یا یعنی دود ما برای ویو کار نمیکنیم ده من خرج زندگی ما 30000 دلاره یوتیوب به من فاکین 500 دلار پول میده در ما 80 ساعت وقتمو میبره وسایلی که خریدم تو سه سالگی پول شده میتونه پس بده من, من فقط اومدم اینجا میخوام مردم رو بهشون کمک بکنم یه بار بخندونمشون یه بارم یه چیزی یاد بدم اگه همین دو تا کار تو ویدیو من بکنم من راضیم بعد واسه این واسه حرفو گفتم میخوام یه دونه داستان بگم که بخندونم بعد برمیگردم تو این داستان این دارک من یه تولدم بود <applause> خیلی تبلید بزرگی گرفته بودم 300 نفر آدم دعوت کرده بودم سی سالگی بعد اینجوری از بالای خونه دو اپلا اومدم پایین تو این خونه هم نبود یه خونه دیگه اپلا اومدم پایین بعد که اومدم پایین یا یک از دوستام هم. همونجا از پلادش میومد بالا یعنی اینجوری دور به هم رسیدیم بعد که دوباره به هم رسیدیم طبقه همکف هم, هم بود یعنی دیگه جفتمون به مقصد اونم رسیده بودیم یا من نیا که گفت سوی من واقعا دوست دارم تو واقعا دوست خوبی هستی بعد اومد جلو از من لب گرفت خب یعنی من جلو لبای من محکم ماچ کرد منم لباشو محکم ماچ کردم چون خیلی اون عشق احساس کردم که واقعا ما الان یه جاییم لب بگیریم خب بعد این که اتفاق افتاد من تو سرم اینجوری که چی شد و نمیدونم چه جوری ما سی سال زندگی ای کردیم یه نفر دیگه از ما لب نگرفت چه دوستی و اینا تو این فکرها بودم یه مثلا نیم ساعت بعد تو یه جای دیگه خونونم یکی دیگه از اومد اونم اومد از من لب گرفت گفت تو خیلی به والی اون هم از من یه لب گرفت بعد خیلی برای من جالب بود که گفت تو پارتی میری تو سی سال کسی از من لب نگرفته توی شب دو نفر پسر از من لب میگیرن الانم دو چل سالم دقیقا چل سالم الان دست سال رو گذاشته دوره کسی لب نگرفته ولی توی یه شب دو نفر از لب گرفتن خیلی بحال بودی سعیه را با هم الان بودن هم شب. این هم از همجنسگرایی بنده ولی خوشت من حالا نظر چی بود چون دوستانه بود آره یعنی مثلا خیلی دوستم تو رو روز اونجوری لب بگیرم نمیدونم ایرز اونجوری لب بگیرم خیلی دوستم هم من با تو پارتی نمیام باشی پارتی بیا ولی قرص و چیزا مشروط کم با آره عادو دیگه ما سوال جی میزنی ارفان چه خسته به نظر میاد میخوای بخوابی آره در مسافر رفتم با یکی دوستان بعد سر یه داستانی کلمون شو سر سوم که کی دور امشب دیرتر میخوابه چون هر شب خوابش میبود من نمیذاشتم بخوابه <applause> بعد گفت شب سوم در تو سرویس من نمیشه که تو هر شب دیرتر بخوابی به خواهد بود من دهن رو سرز میکنم گفتم قبوله بعد یکی بچه گفت من دارم میرم شهر کسی میاد گفتم آره رفتم شهر یه دو قرص خواب خریدم از این مایه ها. اومدم اومدم تاشو بریدم ریختم تو مایه مشهور هم ریختم به دوستان گفتم که شاد بزنیم سر شرطمون که زودتر میخوام شاد زدیم و یه بعد یارو تو موب خوابیده بود میگفتم جوی تکونش میدادم بیدارش میگن سامان ساما مگه نگفتی میخواد الان لیتر نمیتونم نمیتونم, نمیتونم. دو سال بعد بهش گفتم که بهت قرص خواب داده بودم من گفت برای همین مورد گفتم که تو بدونی از من شاد نگیری دارید برعکسی که خودت به جنگ خودت دوپینگ کنی و یک از اون در خودت بری بالامون. <تصفح> <تصفح> خب آقا با اگر به داستان گیا. تو اولین باری که یه گی دیدی کی بود؟ یاد میاد؟ تو چی فهمیدی این داستان؟ شاید این بهترین باشه اولین باری که یه گی پذیرفتم چون اونجوری که حالا چه تو ایران و... و آمریکا هم نداشته حتی مثلا الان خیلی عوض شده ما که مثلا من دبی میرفتم ایران و آمریکا جفتش دبی رفتم. با امروز خیلی فرق داره اون موقع هنوز از این فوشای مثلا چه من فگت فلان اینا خیلی فوشی بود که خیلی روان بود فوشایی که زد همجنس گرا بود این حرفا. و یکی از دوستای خیلی خوب من بود که اول نمیدونستیم یه تو گروه همون بود تو گروه بچه ایران ایرانی هم بود بعد یه جورایی فهمیدیم ولی خودش نگفته بود هنوز بهم به و جوری بود که مثلا می اومد میگه رفتیم یه پارتی میگفت پر د... حالا اداش اداشو نمیخوام در بیارم ولی می... مثلا میگفت پر دختر بود چقدر دختره مثلا هاتی بودن اونجا و اینا مثلا تعدلمون نظر معلوم بودی علکی میگه میدونی نه دختر خوشش نمیاد میدونی ولی کسی بود که توی دل هممون جا افتاد و اونجوری بود که من پذیرفتم که من واقعا مثل داداشم بود این آدم و بعدا فهمیدم یه گفتم خب بقیه هم و آدم شروع کنه به فکر کردن خب به من چه طرف گرایش جنسی شیه رابطه من با طرف که جنسی نیست یا رابطه که تو جامعه هست همه یکی با یکی کار میکنی یکی با یکی رفیقه یکی تو اتاق به طرف به من چه ربطی داره خلاصه اینجوری بود که به مرور جا افتاد و بعدرم خودش اومد بهم گفت گفتم چه شو که بزرگی نمیدونستیم همه که همه میدونستیم تعریف کرد و و تا اینکه حتی سالهایی که تا امروز یکی از بهترین دوستامه و بعدا تو پروسه که بالاخره به مادرش گفت و فلان اینا همه چی من هم بودم که تعریف میگه که حتی روزی که به مادرش گفت وقتی به اومد بهم به گفت من ناخداگاه زدم زیر گریه من که میدونستم چه چیز سختی بعد سالها به خصوص که مادرش مثلا خیلی هنوز انگار همه میدونستن غیر از مامانش شاید اونم تو دلش میدونست ولی هنوز نپذیرفته بود و مثلا میگفت کی زن بگیری کی فلان چیزا اینجوری بهش میگفت اینا که ما میگفتیم خب چطور نمیدونه وقتی همه میدونیم و اینا و روزی که گفت خیلی چیز روز ایموشنالی بود برای من حتی خیلی, خیلی شخصی خودش هاینا. همون من اینو دلم ام. میسوزه میگم چون ماها که نو... خیلی حرف ببخشید من خواستم میگم نرمال ماها که اینوری این وری هستیم یا این ریختی هستیم برامون زندگی نرماله ما به دنیا میایم بزرگ میشیم میگیم او من اونو میخوام یه کاری باش بکنم بعد همین، خب خوب <applause> این بزرگ میشه میگه او میخوام اونو ها نه این یکی کیریه رو بب... این ای, ای اینو بعد ببب... اوکی بعد دنیا واسه اونا خیلی سخت داره خب به وقت ما اینو بفهمیم ما با بریم بگیم آقا ببخشید ما انقدر بیشی بودیم بعد کسافت که اینو نمیفهمن اصلا مهربون که نیست بپذیرن می فهمید چی میگم چون امه. اونا ضربه خوردن ما ضربه نخوردیم بعد ما داریم کوم میدیم این وسط تو این داستان چهجوری منطقیه اون تو که ضربهشو خورده دیگه اگه کسی میخواد اون عوضی بازی در بیاره اون بعد عوضی بازی در بیاره اون باید بگید، اه دون بعد بگه دنیا یا فتا... دهنم سرویس کنه شاکه از احمد اون حمتون بعدن میاد که صاف حتا درسته اون بعد وقتی چی نمیگه میگه آقا فقط منو بزنین باشم ما همین نه ما که ریلکس بودیم اوکی تو هم میخوایم برگاییم اونم اوکیه این مهم. منطقشونه دیگه یعنی منطق اینه من نمیفهمم یه چیزی و, و چون من نمیفهمم بی خوده بعد میان کار میزن آقا ثابت شده این مریضیه رایفی پول ایرانی هم همه ثابت <applause> شده و وبسایت سایت نه وبسایت سایت بذاره فقط ثابت شده و مرکی نمیدونه برو استادیشو بخون خواه کسی کدوم چه چرتو پیت داری میگی آخه اصلا ببین سوهل هر دلیلی که داشته باشه اصلا اون اصلا مهم نیست اصلا بگیریم که اصلا درست میگن ثابت شده مریضیه صحبه. باز آدم ها چیزی که فکر میکنن خیلی وقت هم خیلی ثابت شده این, این, این واقعا چیزی وجود داره خیلی وقتا کسایی که کشیش های مسیحی بودن که خیلی زدگی بودن بعد در میاد یارو مثلا کچش کردن توی موتل با یه فاهشه پسر یا فلان یا این همه کشیش های کاتولیک بچه بازی می حالا یه بار من یه داستان واسه تعریف کردم یه چیز رفتم بیرون اصلا ببخشید اینو بگم اینو تمامش کنم که واقعا این اصلا گیری مریضیه ما یه چیزی که مخالفشی مثلا من با این داستان مخالفم که تو بخوای چیزی که باش مخالفی خفه کنی طرف حرف نزنی و وجود نداشته باشی ببین یه طرز فکر یه گرایش یه ایدئولوژی هم هیچ کدوم اینا رو هیچ وقت نمیتونی کامل از ببری همونجوری که الان خیلی فهم الان امریکا آزاد... یکی از آزادترین کشورهای دنیاست آیا مذهب اینجا از بین رفته نه یه سری از مذهبی ترین آدمای دنیا هنوز اینجا زندگی میکنن و کارش نه انجام میدن میدونی چی میگم و توی ایران انقدر فشار گذاشتن تو کشورهای عربی گرفته تا تو ایران کشور اسلامی کلا دیگه ب... یه سری جاها که از سخت میندازن پایین آدمای گیو نمیدونم تو ایران که مثلا میگن اعدام داره فلان مگه جلوی گیا تو ایران گرفته شده میدونی فقط, توب... فقط خبرش نمیاد تو خبرش نمیاد تو کسی که هم جنس دیگه نمیگه هم جنس بعد... یعنی فقط داره اذیت میشه و تو با این خوشحالی حالا این شاید در دوران ما تو خیلی اوپنتر تر شده عادی تر شده توی ایرانم الان حس کنم به طور کلی ولی راه اه... کلا جلوی هیچ چیزی نمیشه کاملا گرفت آقا بگو اصلا مارکسیسم مارکسیسم فلان نمیدونم الان تو کشور بزرگترین بزرگترین کشور کپیتالیست دنیا آمریکا الان ایدولوژی مارکسیسم هست توی دانشگاه آدم ها حرف میزنن برای همین این که فکر میکنی اگه یه چیزی رو خفه کنی یا زدش باشی از بین میره اصلا وجود نداره این کارو نمیشه کرد هیچ وقت هیچ جای دنیا بعد پوینت و... این چیه پوینت خفه کردن آدم هم جنس چیه یعنی مثلا الان فرض ایران یک دونه می... ببخشید این اینو میخوام به جوابشو دارم یعنی اون چیزی که میگن کسایی که میگن اینه که فکر میکنن اگه عادی سازی بشه یا نرمال بشه باعث میشه که روی بقیه هم تاثیر بذاره آدمای بیشتری گی بشن خب خیلی گوز که یاری میترسم بیا میترسی بری کون مثلا از چی میترسن نمیدونم ولی خب کلا رو فکر میکنن شاید تاثیر بد داره روی جامعه فلان این که هست تاریخ بوده آمارش هست که آره آراز با میشه میشه با آراز اینجا همین چه خونه ای دارم من از خونم رازی آراز اینجا بود شب پیشم بعد بهش کنم که آراز یه سوال دارم الان هم خواب بود من آراز تنها بودیم گفتم الان یه دختر بیاد 20 ساله ممه های عملی بدن برونزه روغن زده باشه بیاد این معمار اینجوری بزنه تو صورتت چه احساسی داری؟ سوهل اگه الان یه پسر خوشگل بیاد دولش اینجوری بکوبه تو صورته چه احساسی داری؟ قشنگ گفتی گفتم راست احساس خاصی دارم احساس هم یه تیکه گوش داره میخواد تو سر صورتم گفت مطمئن تو کونیمونی نیستی آراز عاشقت هم سوهل اختصادی سوهل